دونالد ترامپ ورود مقام‌های ارشد رژیم ایران و خانواده‌هایشان به آمریکا را ممنوع اعلام کرد. 27 ماه زندان برای یک دلال رژیم ایران در آمریکا. عادل الجبیر: هر کس دست دوستی به سوی رژیم ایران دراز کرد با اسلحه پاسخ گرفت. دونالد ترامپ شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد برای مقابله با فساد دیکتاتوری ونزوئلا و ایران، امروز من دستوری صادر کردم که ورود مقامات ارشد رژیم و خانواده‌هایشان را به حال تعلیق درآورد. دونالد ترامپ به رژیم ایران هشدار داد اگر به کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس حمله کند با عواقب سختی روبرو خواهد شد. دادگاهی در ایالت مینسوتا یک دلال رژیم ایران به نام نگار قدس کنی را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا و فروش غیرقانونی فناوری آمریکایی به این رژیم به 27 ماه زندان محکوم کرد. این دلال در تیر ماه 1396 در استرالیا بازداشت شد و اتهام وی صادرات غیرقانونی محصولات کنترل شده آمریکا به ایران بود. وزارت دادگستری آمریکا حکم زندان این دلال رژیم ایران را در سایت خود اعلام کرد. Iran is beginning to crumble. You know what's happening. ژنرال جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا، در تظاهرات نیویورک از جمله گفت: به نظر من اکنون رژیم ایران با بیشترین فشار در 40 سال گذشته مواجه است. مردم ایران می‌دانند که این رژیم آخوندی است که مسئول اول وضعیت نابسامان آنهاست. ژنرال جک کین افزود: اکنون رژیم ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی و بین المللی منزوی تر از هر زمانی در 40 سال گذشته است. توسعه طلبی آخوندها آنها را کور کرده است. آنها بیش از تحریم ها و بیش از هر چیز دیگر از مردم ایران وحشت دارند. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، به العربیه گفت: همه تلاش‌های 40 سال گذشته برای ترغیب رژیم ایران به عمل بر اساس عرف بین‌المللی ناکام مانده و این رژیم ثابت کرده هرگاه کسی دست دوستی و آشتی به سمتش دراز کند با اسلحه، کشتار و ویرانی پاسخ خواهد گرفت. لانه ایران اثبتت خلال 40 سنه انه كل ما احد مد لها يد من اجل المصالحه ومن اجل الصداقه تقابله بالبندقيه والقتل والدمار. فهذا الموضوع اذا کشاورزان خشمگین کرمانشاه و کامیاران علیه گرداننده کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و حفاظت کارخانه درگیر شدند. کشاورزان در اعتراض به پافشاری مدیریت کارخانه برای خرید گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت پایین تجمع کردند. اعتصاب رانندگان کامیون در شادگان روز چهارشنبه ادامه داشت. این رانندگان در اعتراض به پایین بودن نرخ حمل بار از فولاد شادگان و اهواز یک هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند. ماموران بدنام اطلاعات آخوندی روز سه‌شنبه ابراهیم دورقی، رئیس انجمن کامیونداران شادگان را بازداشت کرد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی رژیم ضد کارگری آخوندی در شوش 8 تن از کارگران معترض به اخراج همکاران خود را احضار کردند. یکی از بازداشت شدگان یوسف بهمنی نام دارد که روز سه‌شنبه در تجمع کارگران سخنرانی کرده بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی به رغم تهدیدهای امنیتی کارگزاران رژیم در اعتراض به اخراج همکاران خود تجمع کردند. بیدادگاه قضایی آخوندی پریسا رفیعی، دانشجوی دانشگاه تهران را به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. وی پیشتر توسط بیدادگاه رژیم در تهران به ریاست دژقین مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعاً به 7 سال حبس و 74 ضرب شلاق
و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود. به گفته یکی از نزدیکان وی پریسا رفیعی، در تمام مدت بازداشت هدف تهدید به اعدام و ضرب و شتم و کشیدن ناخن قرار داشته است.